برزخ کجاست؟ بدن مردگان چگونه به برزخ وارد می شوند؟ زندگی در برزخ چگونه است؟ بدن برزخی با بدن دنیایی چه تفاوتی دارد؟ بهشت و جهنم برزخی چیست؟ و برزخ و آخرت چه تفاوتی دارند؟ سلام، به یک دیگر از ویدیوهای بازگو تیوی خوش آمدید. برای دستیابی بیشتر به این نوع مطالب بازگو تیوی را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهید. همچنین برای حمایت از ما ویدیوی ما را لایک کنید. برزخ به معنای حائل و فاصله میان دو چیز است و در اصطلاح فاصله بین دنیا تا برانگیخته شدن در روز قیامت است که از مرگ و قبض روح آدمی آغاز می شود و تا برپایی قیامت ادامه دارد. عالم مثال واسطه بین عالم عقل و عالم ماده است که به جهت رهایی از ماده مشابه عالم عقل بوده و مجرد است و از جهت شکلها و اندازه ها و رنگها مشابه عالم ماده و مثال آن می باشد. از این رو برزخ حائل بین دو عالم است و از همین رو تجرد آن را تجرد برزخی مثالی می گویند. امام خمینی در کتاب شرح 40 حدیث تقسیمات جالبی درباره برزخ دارد. او عالم برزخ را به دو قسم نزولی و صعودی تقسیم می کند. در قوس نزولی به آن عالم مثال و در قوس صعود به آن عالم برزخ می گوید. از منظر امام خمینی حیات برزخی وجه علوای این عالم مادی است و حقیقت عالم برزخی با عالم ماده از نظر صورت تفاوتی ندارد و برزخ تمام حیثیات وجودی مرتبه پایین و طبیعت را به نحو اتم دارا می باشد. به اعتقاد او همکنون که انسان در عالم طبیعت است، در عالم برزخ نیز هست. پس انسان دو نشأه دارد، طبیعی و برزخی. البته الان انسان که در عالم طبیعت است نیمه برزخی است و با موت و استقلال نفس و تمام شدن عالم طبیعت برزخ او کامل می شود. واژه برزخ در قرآن کریم 3 بار تکرار شده، اما تنها در آیه 100 سوره مؤمنون به معنای اصطلاحی به کار رفته است. در این آیه خداوند پس از بیان نابجا بودن درخواست برخی افراد که هنگام رویارویی با مرگ خواهان بازگشت به دنیا می شوند اعلام می کند که اینان تا روز قیامت در برزخ به سر خواهند برد. در روایات واژه برزخ به معنای مرحله واسطه دنیا و آخرت به کار رفته است. بنابر آنچه در روایات آمده، مقصود از قبر باقی از باغهای بهشت برزخی یا گودالی از گودالهای جهنم برزخی است، نه همین قبر خاکی که تن آدمی در آن آرمیده است. در روایات آمده هر کس بمیرد قیامت او برپا می شود و به همین جهت عالم برزخ را قیامت صغرا نیز می نامند. همچنین به جهت شباهتش به قیامت آن را عالم مثال نیز نامیدند. همچنین به جهت این که برزخ همچون قبر در پی زندگی دنیاست، به عالم برزخ، عالم قبر و عالم خیال نیز گفته شده است. انسان با مرگ وارد عالم برزخ شده و حیات برزخی او آغاز می شود. زیست در عالم برزخ ویژگی ها و مراحل خاص خود را دارد و به زندگی اموات در عالم برزخ حیات برزخی گفته می شود. بر اساس برخی آیات و روایات ارواح مردگان در عالم برزخ حیات دارند و می توانند با زندگان ارتباط برقرار کنند. آنان صدای زندگان را می شنوند و پاسخ آنان را می دهند. روح انسان پس از مرگ و ترک بدن مادی با بدن برزخی به زندگی خود در سرای دیگر ادامه می دهد. درباره چیستی بدن برزخی اختلاف است. گروه معتقدند که بدن برزخی بدن مجرد از ماده است که شکل و شمایل مشابه با بدن مادی دارد و به همین جهت با آن بدن مثالی گفته می شود. اما گروه نیز معتقدند که بدن برزخی همین بدن مادی در قبر است که مورد سوال قرار می گیرد و از ثواب و عذاب برزخی برخوردار می شود. سوال قبر را اولین مرحله از مراحل حیات برزخی می دانند که در شب اول قبر
از هر انسانی درباره اعتقادات و اعمالش سوال می شود، در این که سوال و جواب از همین بدن مادی در قبر صورت می گیرد یا بدن مثالی دو نظر وجود دارد. از مجموع روایات استفاده می شود که فشار قبر محدود به کفار و مشرکین نیست و حتی مؤمن نیز بسته به تعلقات دنیایی و گناهانی بخشیده نشده دچار فشار قبر می شود تا از این طریق پاک شده و راهی بهشت برزخی شود. در برزخ هر کس به نتیجه اعمالی که در دنیا انجام داده می رسد و در نتیجه گروهی بهشتی و گروهی جهنمی می شوند. یکی از دلایلی که برای اثبات بهشت برزخی طرح شده آیه 32 از سوره نحل است که ملائکه وقت روح مؤمنان را قبض می کنند و آنها می گویند درود بر شما باد، به پاداش آنچه انجام می دادید به بهشت درآیید. همچنین در سوره آل عمران آیات 169 تا 170 آمده که شهیدان زنده و شادمان هستند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند و به باور محققان از شیعه و سنی این آیات نشانگر این واقعیت است که مؤمنان و شهیدان بعد از مرگ و قبل از قیامت زنده اند و در بهشت برزخی حضور دارند و از نعمتهای الهی بهرمند هستند. درباره جهنم برزخی نیز در سوره نساء آیه 97 آمده که وقت ملائکه روح ظالمان را قبض می کنند با آنها گفتگو کرده و با آنها می گویند جایگاهتان جهنم است. به باور محققان این گفتگو دلالت دارد بر این که ظالمان بعد از مرگ و قبل از قیامت زنده هستند و به جهنم وارد می شوند. برخی محققان برای آخرت معنای گسترده‌ای در نظر گرفته و آن را به معنای جهان پس از مرگ می دانند که شامل برزخ و قیامت کبرا و پس از آن می شود. در این صورت برزخ بخشی از آخرت است نه متمایز از آن، اما گروهی از محققان آخرت را به معنای جهان پس از قیامت کبرا و برزخ را به معنای جهان پس از مرگ و قبل از قیامت کبرا دانسته و به مقایسه آن دو و ذکر تفاوت‌هایشان پرداخته‌اند. با برپایی قیامت دنیا و برزخ نابود شده و آخرت شروع می‌شود، اما وجود برزخ به صورت موازی با وجود دنیا برقرار است. با برپایی قیامت در آخرت رابطه انسان با آثار اعمالی که سابقاً در دنیا انجام داده بود قطع می شود، اما در برزخ چنین رابطه برقرار است. بر همین اساس به واسطه آثار اعمالی که سابقاً در دنیا انجام داده شده امکان تکامل و تنزل در قیامت وجود ندارد، اما در برزخ چنین امکانی هست. با برپایی قیامت بازگشت از آخرت به دنیا ممکن نیست، اما بازگشت از برزخ به دنیا ممکن است، چنان که زنده کردن مردگان توسط عیسی علیه السلام و یا رجعت برخی انسانها بازگشت آنها از برزخ به دنیا است. در آخرت روح آدمی به بدن دنیوی و مادی خودش تعلق می گیرد، اما در برزخ روح آدمی با بدن مثالی زندگی می کند. در آخرت شفاعت وجود دارد، اما بنابر یک نظر در برزخ شفاعت نیست. با برپایی قیامت انسانها همگی و ناگهان جمع می شوند، اما در برزخ انسانها به تدریج و به مرور زمان به یکدیگر ملحق می شوند. عذاب آخرت شدیدتر و سختتر از عذاب برزخ است، چنان که عذاب آخرت برای گروهی از مردم جاودانه است، اما عذاب برزخ برای همگان موقت است و با برپایی قیامت از بین می رود.